دوستان و همراهان همیشگی، درود بر شما. امروز روز بسیار خوبیه، بچه های ما عالی کشتی گرفتن. روز دوم مسابقات جام یا شاردوگا رشته آزاد آنتالیا 2024 اسفند ماه 1402. ببینیم بچه های ما چه میکنن. وزن 97 کیلوگرم امیر حسین فیروزپور در مقابل کشتی از ترکیه قرار گرفته. ما لحظاتی پیش روی همین دوشک امیر محمدی یزدانی یک ترک رو شکست داد. ببینیم امیر حسین چه میکنه. امیر حسینی که خوب کشتی گرفته، امروز خوب استارت زده. دور اول مغول رو شکست داد، دور دوم عبدالجلیل آذربایجان رو شکست داد. خب اینجای کار هم رو به جلو، دستش بهتر کار کرده. دوستان من اگر خیلی زوم میکنم شما تابلو رو نمیبینید، ببینید من اگر میخوام به این صورت زوم کنم، تابلو متاسفانه هم کوچیک هم فاصله داره. به خاطر همین من زوم میکنم که بیشتر لذت ببرید از کشتی و صحنه ها رو با هم بهتر ببینیم. ولی هر از گاهی تابلو رو هم امتیازات رو اعلام میکنم، هم از زوم در میارم که تابلو هم ببینیم، چون من میدونم واقعا تابلو نباشه آدم حوصله سر میره کشتی. آدم دوست داره همیشه چشمش به تابلو باشه، به زمان باشه، به امتیازا باشه. ولی خب اینجوری هم کشتی لذتش بیشتره، از نزدیک با هم ببینیم. رو به جلو، اصلا کشتیگیر ما بهتر داره کار میکنه. فکر میکنم امروز حداقل دو سه تا طلایی داشته باشیم. دستی کرد اختار کمکاری اول رو دادم به کشتیگیر ترک. آرمانون اینه که تشک خارجش کنه. بله اینجا تشک خارج میشه. امتیازی میخوایم. بله امتیازی نمیدن، زانو بره تشک بود. خب دیگه باید چاکراک رو فعال کنه روی کشتیگیر ترک. خب داور تذکر دوم رو میده و به کشتیگیر ترک تفهیم میکنه که چاکراک فعال شده. 30 ثانیه زمان داره، اگر امتیازی نگیره یک امتیاز برای ما سب خواهد شد. دست یکه رها میکنه کشت رو کشتیگیر ترک. شاخ سرگردن یک پایین زیر کتف میزنه تا اتشک خارج کنه کشتی دیگه ترک رو پیش میندازه و خایک میکنه. خایک میکنه، دوتایی میگیره. حالا سعی میکنه جمع جور کنه مایه تیتل پیچ رو، کاملا در اختیار گرفته. حالا دیگه کامل جمع جور کرده. حیف که کناره های توشک و اتشک خارج میشه. یه جورایی در رفت کشتی دیگه تو. اگر میانه توشک بود دیگه تقریبا داشت جمع جور میکرد و کار رو تمام میکرد. قبراق و سرحالن امروز. دیروز بچه ها یه جورایی شاداب نبودن، اصلا حس کشتی نداشتن. ما دیروز یه طلا البته حسات وفای پور گرفتیم و یه برونز حسات پلنگوار، یه زیر از راه دور چشم بسته. دستی رکرد حالا سعی میکنه دور بزنه، یه لحظه سعی کرد با رکبی به تابونه کشتیگیر ترک رو میره که اتشک خارج کنه. بچه‌های ما اینجا باید رها کنن، انرژی بیهوده‌ای مصرف نکنن. زانو وقتی روی تشکی واقعا خیلی سخته. ولی امیر محمد امروز چه کشتی‌های زیبایی گرفت. مثل برق و باد چنگولی بالا پایی میپرید، کسی به پاهاش نرسید تا به اینجای کار. فیروزپور هم کشتی‌های خوبی گرفت. دور اول مغول رو 10-0 کرد، دور دوم هم عبدالجلیل رو با امتیاز رو شکست داد. میدن از مربیاش تا چه لازم رو میده بهش. آقای محسن کاوه سرمربی تیم ملی کشور و اون سمت هم ترکیه دارن آماده میکنن. عزیزان که به تازه به جمع پیوسته این لطفا کانال سابسکرایب کنید و حتما زنگوله کلاش رو فعال کنید که وقتی در کانال ویدئوی بارگذاری میشه یوتیوب به شما بده، پیام بده و مطلع بشید. پیج اینستاگرام ما رو هم حتما داشته باشید. ما لینک ویدیو رو همیشه استوری میکنیم. استوری ها رو هر روز چک کنید. اگر میخواید کشتی رو از دست ندید استوری ها رو چک کنید. با کلیک برای لینک وارد یوتیوب بشید و کشتی ها رو تماشا کنید و لذت ببرید. سفر از ما، ضبط ویدیو از ما و لذت کشتی ها از شما دوستان. برای حمایت از ما فقط کافیه که لایک و کامنت هاتون فراموش نشه. بابت همه کامنت های محبت آمیزتون هم بسیار سپاسگزاریم. دست تک تکتون رو میبوسم و معذرت میخوام اگر ما وقت نمی کنیم هر از گاهی پیام ها رو جواب بدیم. واقعا بسیار زمان بر این کارا. اینجا هم که نه اینترنت هست و متاسفانه
نمیتونیم بلافاصله پشتی ها رو براتون بارگذاری کنیم. ما باید بریم هتل. هتل هم اینترنت زیاد تعریفی نداره متاسفانه، یه جورایی مثل اینترنت ایرانه. خب برگردیم به کشتی. تا به اینجای کارت نچه کشتی 3-0 سه دقیقه دومه باز 97 گرم یه گوز تا همون سر کشتی یه ترک اومد برای زیرگیری، ولی هوشیار بود کشتیگیر ما. یک بایدی زیرگیری به پای بیدار فیروزپور نمیرسه. فیروزپور دور میزنه یا نه؟ دور میزنه و خواهد میکنه یه دوتایی میگیره. حالا بنابرای کشورمون که ترهای جوانان جهان رو تو کارنامه خوش داره در صوفیه بلغارستان 2022، اونجا یه امتیاز هم دست ندار. ترهای جوانان جهان در اوفای روسیه، ترهای امیدهای جهان در اسپانیا، برنز امیدهای جهان، ترهای قهرمانی آسیا، مدال برنز جام ابراهیم مصطفی مصر، ترهای قهرمانی کشور، کشتیگیر شایسته کشورمون. یک پایدی زیر از راه دور میره که دور بزنه، یک پایدیه دست زیر کرد. عالی کشتیگیر، عالی کشتیگیر تا به اینجای کار 5-0 چلو افتاده. یک پایدی خاک میکنه روی 10-0 میاد. عجله نمی کنه، نیازی هم نداره، منتظر تا داور سرپا بده و تو سرشاخ ادامه بده. کشتیگیرتون کاملا تموم شد دیگه، احساس ناراحتی میکنه های دست، ولی خب یه جورایی میشه گفت ریه هاش ناراحت شده، نفس کم آورده. یک بایدی تو سرشاخ واقعا حرفی برای گفتن نداشت در مقابل کشتیگیر ما. لحظاتی میشم علی محمد کشتیگیر ترک رو شکست داد. یک بایدی اومد برای زیگیر ما چه رسید، ولی برای سعی میکنه کشتیگیر ما کنده کشی کنه، تقریبا جمع جور کرده کنده رو. ببینید حتی موچپا رو درو کرده کشتیگیر ترک، باید داور حواسش باشه، یه لحظه میرفت که پارو خلاف مفصل بکشه. نیازی نداره، بهتره همونجا باشه تا داور سرپا بده. بله همین اتفاق هم میفته. چه کشتی 7-0 ایتا 20 ثانیه تا پایین کشتی زمان داریم. یه گسته سنگیر کشتی گیره ما، دست اینه که همه جای کشتی کشتی میگیره. فیلوسفور سعی میکنه با رکبی یه لحظه میرفت که پیش بندازه. یک بار دیگه فشار زیادی داره میاره رو کشتی گیره ترک، یعنی میتابونه یا نه؟ کاملا برونده، چقدر هم خوش نفسه امروز، چقدر سرحال فیلوسفور. کشتی گیره ترک داور سرپا میده، یه در میاره کشک به کشتی ادامه بدم. 7-0 7 ثانیه تا پایین کشتی زمان داریم. کشتی تو کاملا تموم شده. کشتی ترک هم پای کشتی ما رو گره گرفته، ببین میتونه دار بزنی یا نه؟ نیازی نداره، 27 ثانیه بهتر انرژیش رو ذخیره کنیم برای نیمه نهایی. علی محمد یزدانی عطری هم نیمه نهایی هستش، این حواسم به تابلو نبود، میره به فینال. عطری و علی محمد یزدانی هم رفتم نیمه نهایی. یک پیده سرشاخ یه زیر از راه دور چشم بسته. 16 نفر تو این دور از رقابت ها تو این بس حضور داشتن، بخاطر همین با 3 تا کشتی در برابر کشورمون میره به فینال. 7 ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم و منتظرن هر دو کشتیگیر تا شوت پایان دمیده بشه، مخصوصا کشتیگیر ترک که کاملا تموم شد، کاملا تموم شد. خب تبریک میگیم دلاور کشورمون، اولین فینالیست امروز اسمش ثبت میشه. دوستان تا دو دیگر بدرود.